شلونك سيد وحوالك شلون حول الله يخليك مولانا السلام عليك هذا من اقدم عربيه فارسي ان موكب يكي اسقد قديم ترين موكب هاي تو جاده نجف كربلا انجا شهيد دادن سال 1976 ميلادي زمان بكر ملعون وموقع صدام معاون شوده پونزده سفر ابو گله کشته خب بعد اینه دیجداشش آوردن چون خون توش اینجا آمدن پرچم کردن بعد اینا فهمیدن شعار میدادن علیه دولت بعد آمدن محاصره کردن کلن اینجا 60 ماشین روسی پر کردن و بردن سمت بهش میگن زندان شماره یک بغداد بعد این زندان شماره یک بغداد یعنی هر که میره 100% اعدامه بعض از راننده ها شیعه بودن این راننده ها میگفتن ما داریم میریم زندان شماره یک اگر اینجا میرسی اعدامتون میکنن بعد اینا خلاصه روی مثلا 20-10 میرفتن همه فرار کردن حدودا دو تا ماشین یا یه ماشین کلن اینقدر زمینش خوب بوده ولی صدام آمد با آب شور میداد کلا این زمین ما نابود شده موقع انقلاب صدام خب آسیب دید اینجا چیز چند تا بمب زدن با توپ چند تا شهید دارین منطقه شما؟ خیلی این خانه نگاه کنی یکی اسمش عباس این تو یعنی تو تانگ بوده مفقود شده این همسایمون اسمش داخل هم تو جنگ رفته این اسهر اسمش اسهر سلمان این هم تو جنگ رفته یعنی الان در این محوطه اینجا این یکی اسمش عبدالزهرا مفقود شده عبدالزهرا خانواده الوضاحی یکی عباس مفقود شدن اینا ولی داخل و اسهر آوردن یعنی همون تا چهار تا خونه یکی اینه یکی اینه یکی این یکی این این یکی نگاه کن همین این یکی خونه داخل حسن چنانه یکی هم خودتونی دیگه نه من فراری دیگه ما تو مدرسه بودیم یه عکس میگرفتیم مدرسه اسمش نبوخذنصر الان تو همون ناحیه بهش میگن ناحیه جدول غربی ما 33 نفر بودیم موقع عکس نگاه کردم فقط 6 نفر داخل عراق 5 نفر بیرون از عراق مثلا من تو ایران یکی تو نروژ یکی جای دیگه بقیهش یا تو جبهه رفتن جنگ ایران و عراق یا انتفاضه یه انقلاب بعد از جنگ کویت خضیر تو انتفاضه رفته یکی اسمش منذر تو انتفاضه هم شهید شدن اینا یکی اسمش عماده یا مثلا صدام یه بهانه گرفت به عنوان اینا حزب الدعوه هستن یا اینا خمینی هستن به خاطر مثلا نماز میخونن یا چیز میخونن یعنی به خاطر دین هر چی مثلا نماز میخوند بهش میگفتن اینا خمینی یعنی کسی نه جرأت نداره تو مسجد دیگه یا نماز بیرون میخونه فقط تو خونه باید نماز میخوندیم زمان صدام این تعزیه این الان پیاده روی
داری میبینی تو راه نجف کربلا کلن قبلن تو راه نبوده تو باغ‌ها راه میرفتن. چیزی لازم داری؟ چی داری؟ چه علم وجود عمود انتانی جماعه؟ کدوم؟ 900 هم ایردون؟ اون اندر مشت. 888 دو تا تیر بالا تر. 900 لا 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 تسمي هم يردون يردون شمال كان شمال عيني ببنى الو الو السلام عليكم قوشي 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 يلا بقول الو دكوجي بفرما ها ۸۸۸ ما بیا جلو بیا جلو بگو 907 ۹۸۸ منتظر بیا خدا حافظ عجله داری؟ من رفتم سربازی ولی چون پام شکسته بود یه تفاوت بین پای چپ و پای راست 2.5 سانتی غیر از مسلح بودن یعنی اسلحه حامل سال 90 حمله کرد به کویت بعد سال 91 امریکایی ها حمله کردن به ارتش عراق ارتش عراق یعنی بد جوری شکست خورده خیلی ها کشتن تو کویت و حتی تو راه کویت بصره صفان بهش میگن خیلی کشتن همون زمان انتفاضه کردستان اتومات سقوط کرد ما یه حرفا شنیدیم تو کردستان این محمد باقر یه لشگر درست میکنه تو ایران از طرف بصره وارد عراق میشه بعد ما وظیفمون ملحق میشیم به این لشگر خلاصه من گفتم باید برم ایران گفتم هر جا شما میخوای بری ما برسونمتون وارد ایران شدیم رفتیم یه اردوگاه اسمش کرنت یه 10,000 نفر هم بودیم سرباز و غیر از سرباز مدنی بهش بگن یعنی لباس شخصی ما گفتیم با امیدی ما یه لشگر داره درست میکنم ما میریم با بسیام
می جنگیم تو بصره. از سپاه بدر آمدن گفتن هر کی مخواد سرباز بشه تو سپاه نو بدر میاد اونور، مثلا هر کی نمیخواد بمونه اینجا. بعد ما از 10,000 نفر حدودا 6,000 نفر آمدن سپاه بدر شدن. اولین جا رفتیم منطقه خیلی سرد بوده، اسمش سانقر بوده. لشگر نوح بدر حدودا شد 90,000 نفر و ما در آمدگی میکنیم و در می جنگیم با صدام. یه سید به نام سید یاسین هم آمد و یکی از همون شعرهای مال عراقی حاسبش میگن، خب شعر میدادن حماسه و اینا. ما خیلی روحیمون هم بردن بالا، ما روحیه داشتیم ولی روحیمون بردن بالا. موقع همون انتفاضه انقلاب شده، عکس امام خمینی و عکس محمد باقر حکیم و عکس شهید صدر می گرفتن، گفتن اینه در ایران دوم داره میشه. باعث شد یعنی سقوط بشه، گفتن اینه ایران دوم. رحم الله والديك. يلا بقول صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خلنا نسيت لا يجون ورانا. ما عليك. ها. سيد. شوف شوف هاي ايش قد قديم هذني. ايه. هذا فتشي. هذا الباب القديم. ذني مالاته. الباب القديم يا عفي. مال الخان. الجديد هذا زمان الدولة الصفوية بنوم، مو صحيح؟ صحيح. بيس كيلومتر بعد اس نجف خان مصلى بش مقن خان الربع بيس كيلومتر. بعد وسط راه كربلاء نجف 80 كيلو، يعني 40 كيلومتر ما عنده بكربلاء مقن خان النص. اين خان بش مقن خان النخيلة، چون خال نخلستانه. نگاه كون قبلا نخل اینجا نزدیکش بوده. این مال زمان کشور صفوی این درست کردن. بعد اینا در چند سال روی زمین رفته اینجوری شده، یعنی کنده بود. این خان زمان صدام ملعون هر چی فرار کرد میکرد از جنگ می آوردن اینجا ساعت 4 صبح 5 صبح می آوردن با ماشین چشماشون بسته، خب می آوردن اینجا. ما چطور می فهمیم این اینجا اعدام داره می کنن؟ سربازای می پوشن اینجا از بالا تقسیم میشن دور خان وای میسن، می فهمیم کسانی هست داره اعدام می کنن داخل خان. اینا کسانی فرار می کنن از جنگ تحمیلی بر ما و ایران، بر شیعیان ما و بر ایرانیان. جنگ تحمیلی بود و ما هم بوده تحمیلی، چون اینا هر کس فرار میکنه حتی خانوادش نابود میکنن. میگن یا اینا میاد خودش تسلیم میکنه یعنی، یا اعدام خانوادش اعدام میکنن. یکی خانوادش کلن اعدام کردن، با باغش کلن صاف کردن، پدرش و مادرش زنش حامله اعدام کردن. هذا المدفع عثماني. عثماني؟ عثماني اثري. ها يعني مو صفوي؟ لا عثماني. ها عثماني. ها تعال هاي مو تعال شوفهم. ها يا ان شاء الله ما شاء الله.
نصر من الله وفتح قريب. شوف هذا يمكن تاريخ الامير المنصور 1245 محمد رجب. الامير المنصور محمد. هذا انت قصها له كم سنه هذا سيد؟ 1200 1400 شلون باب خيبر بدون تشابيه؟ اي هذا ايراني. شوف هذا ايراني هذا. نعم هذا ايراني اصفهان. ناله راده چون شير ان تاريخ 1142 بعد وبشر المؤمنين يا علي ولي الله. خلاصه رفتم از لشگر هیچی هم نداشتم، فکر میکنم تو قصر شیرینی کار کردم، روز 200 تومان کار میکنم، فکر میکنم 2000 تومان داشتم. بعد شنیدم تو لشگر نو گوجه میکارن تو منطقه اسمش ورامینه، این نزدیکای تهران، روزی هم 300 تومان میدن. گفتم باز از اینجا بهتره از بنایی. همون رفتم معصوم زیارت کردم و آمدم، دیدم این یه پسر خالم عبدالباقی الان تو انگلیس در زندگی میکنه. گفتم تو کجا بودی؟ گفت خدا وکیلی من همون دنبالت بودم، تنها هستم میخوام برم تهران. گفتن کار هست، میگفتن شرکت علی اصغرزاده پل میسازن. رفتیم اونجا، گفتن اینا روزی میدن 350 تومان. بعد از حدودا کمتر از یک سال حقوقم شد 60,000 تومان، 15,000 تومان حقوق، باداشت 40 تومان، 45 تومان باداشت به من میده. بعد گفتم من میخوام برم بازار کار میکنم. گفت بازار پولت بگرم، پولت میخورم. گفتم اگر پولم نمیخورن یاد نمیگرم. بعد آمدم بازار، اینجا کار کردم، چند تا ضربه هم خوردم یعنی اولش. بعد رفتم کیش کار کردم اینا. بعد با حج حمید رادان شریک شدم و آمدیم شراکت کار کردیم. یعنی فهمیدم من نیاز دارم به یکی جنس از خارج بیارم. شروع کردیم به کار، آدکلان کار کردیم، مارک خودمون در آوردیم. بعد خود آقا رادان گفت مثل نونوایی، شما من خمیر آوردم شما پختی اینه. یعنی کارمون اینجوری شده، مکمل بودیم و الحمدلله موفق شدیم تو بازار. ما الان تصمیم گرفتیم دیگه وارد نمی کنیم جنس، خودمون اینجا تولید میکنیم و کارخونه زمین گرفتیم و کارخونه آوردیم مجهز. حب الحسین یجمعنا عراقی ها با ملت ایران. البته بعضی ها از زمان صدام و قبل از صدام سعی میکردن این دو تا ملت با هم جدا کنن، بخصوص این 8 سال جنگ. بعد از جنگ تمام شد و صدام رفت، در عرض همون سال 2003 حدودا 10 میلیون ایرانی رفتن با وانت و رفتن با دوچرخه و رفتن با کامیون و با همه چی رفتن زیارت کردن. بعضی ها سعی کردن این زیارت و این اتحاد زیر چادر و موکب بزرگ امام حسین خراب بکنن. بعضی ها میخواستن خراب بکنن، جاهای میخواد دشمنی بین از دوتا ملت ایجاد میکنن. ولی ما زیر سایه و پیاده روی اربعینیه ما این دشمنی انشاءالله حس میشه.